سلام، ما هم یه پرشن گیمیای عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز قراره یه بازی آنلاین دیگه رو ببینیم با هم دیگه، اونم با یه حریف فلسطینی. پس قبل از اینکه بریم سراغ بازی، این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. پس میریم سراغ بازی. خب بازیمون شروع شد، میایم سریع انبار غلاتمون رو میسازیم. من واسه اینکه همیشه اول بازی بخوام پول زیادی رو دست بیارم، میام انبار غلاتای تعداد بالا میسازم. بعد از اون میام مقدار انبارمو گسترش میدم. میرین همیشه انبارتون رو به صورت خطی بسازین. انباری که خطی میسازین کارگرتون خیلی خیلی زودتر و انبار دسترسی دارن. میام استورمو میسازم و تا جایی که ممکنه چوب میخرم. همیشه چوب خریدن اول بازی شما رو خیلی جلو میندازه از بازی، تا اینکه بخواین نجارخونه و اینا بزنین، کارگر بخواد یه مسافت کلی رو طی کنه چوب براتون بیاره، خریدن چوب اول بازی شما رو از حریفتون خیلی جلوتر میندازه. پس من میام تا جایی که انبارم جا داره چوب میخرم، بعد چوبامو ذره ذره مصرف میکنم و از حریفم جلو میام. بعد از اینکه انبارمو کامل پر کردم، میام یه مقدار باغچه سیب میزنم. همیشه گفتم باغچه های سیب واسه اول بازی خیلی خوبن و باعث میشن که ما باز از بازی اول بازی خیلی جلو بیفتیم. حالا میام نجارخونهامو میزنم، بعد یه مقدار خونه میسازم. ببین خونه ساختن، شما هر چقدر تعداد بالاتری بسازین اول بازی، این باعث میشه که شما بهتر بتونین زودتر از کارگر استفاده کنین، دیگه تایم ازتون نگیره. خب من بعد از اینکه این کارا رو انجام دادم، میام واسه آخر بازی و مرحله بعدی که قرار بازی کنم، یه مقدار مزرعه گندم میزنم و واسه اینکه بتونم شرابخونه‌امو درست کنم، مزارعشو میزنم. بعد از اون میام سازه های سنگم رو درست میکنم. این سازه های سنگ بعد اول از این کارگرها واردش میشن. بعد از اینکه کارگرها وارد شدن، میام دورشو سنگ میکشیم که بتونیم از این ترفندی که سنگ بیشتری به دست میاریم استفاده کنیم. خب انبارم یه مقدار گسترش میدم تا موقعی که این کارگرای سازه های سنگ برن داخل سازه هاشون. یه مقدارم سازه آهن میسازم چون قراره باشون سلاح درست کنم. خب الان تقریبا کارگرای سنگ من همه سر کارشون هم، پس میام دور تا دور اون قسمتی که سنگ داره ازش خارج میشه رو یه دیوار میکشم. این باعث میشه که دیگه اون مسافت که قرار گاواهنا از پیش سازه سنگ تا انبار رو طی کنن، دیگه طی نکنن، مستقیم سنگ وارد انبارتون بشه. خیلی راهکار خوب و راحت برای به دست آوردن سنگ زیاد و نهایتاً پول زیاده. خب من بعد از اینکه اینا رو کامل کردم، میام گاواهنامو نزدیک انبارم میسازم. این گاواهن هر چقدر تعداد بیشتری باشه بهتره، چون باعث میشه که این عمل سنگ آوردن یه مقدار زودتر انجام بشه. خب من بعد از این تقریبا جمعیتم به حد اکثر رسیده، میام یه مقدار خونه میسازم. این حالت نرمال اینه که شما واسه مالیات گرفتن حدودا بین 500 تا 600 نفر کارگر سر کار داشته باشین که بتونین توی هر دفعه مالیات گرفتم 500 تا 600 گلد مالیات بگیریم. خب من الان تقریبا بیسم توی حالت خوبی قرار داره. خب یه نگاهی به بیس حریف هم میکنم، زیاد پیشرفت خاصی نداشته، شاید به اندازه من پیشرفت کرده باشه چون اول بازی است. خب من بعد از این که این کار رو انجام دادم، میام نونوایی‌هامو درست میکنم. این نونوایی‌ها چون باید به تعداد زیادی بسازیم، نونوایی‌ها رو میام تا جایی که ممکنه مرتب کنار هم دیگه میسازیم که بتونیم تعداد زیادی و فضای کمتری رو بگیریم برای اینکه نونوایی بسازیم. فقط باید حواستون باشه یه فاصله‌ای بین نونوایی‌هاتون بدید، چون کارگرا وقتی میخوان از بین این سازه‌ها رد بشن، اگه جلوشون بسته باشه باید مسافت بیشتری رو طی کنن. پس ما میام یه فاصله‌ای، یه فضای خیلی کوچیکی واسه یه کارگر بتونه رد بشه بین نونوایی هامون و نهایتا کل سازه هامون میذاریم. اگه این فاصله ها رو رعایت نکنیم و فاصله نذاریم، یا اون سازه کلن از کار میفته و برحال کارگر نمیتونه واردش بشه، یا اتفاق دیگه که میفته اینه که بقیه کارگرتون باید مسافت خیلی بیشتری رو طی کنن تا بتونن اون کاری که میخوان رو انجام بدن. مثلا اون چوب برای من واسه اینکه بخوام بیان، اگه من این قسمت فضای خالی رو ببندم، باید برن دور بزنن این چوبا رو بیارن یا بقیه کارگران. پس من این فضای خالی رو ایجاد میکنم. بعد از اینکه نونوایی هامو ساختم،
کاری که باید انجام بدم، من آسیابم این مقدار کم است، بالانس آسیابم این مقدار به هم ریخته. میام یه چند تا اول مقدار آسیاب میسازم، خب چوبم تموم شده، این مقدار چوب میخرم. هیچ، من با حالی که همه تعداد زیادی چوب ساز ساختم، بازم از نظر چوب کم میارم. خب حالا من وقتش شروع کنم مالیات گرفتن از مردم. پس واسه این کار میام اول شرابخونه‌مو باز درست میکنم. نه، فقط تا جایی که ممکنه واسه بازی باید سازهات مرتب و کنار هم دیگه باشه. خب یه نگاه دوباره به صحیف هم میندازم، اونا باز همچنان از من خیلی گسترشش کمتر بوده. خب میام شرابخونه‌مو میسازم. یه توضیح هم در مورد حریفم بدم. حریفم یک پلیر از فلسطین هستش و به هر حال امیدوارم که این بازی رو من راحت بتونم ببرم. چیزی که هست، این سطح بازی اروپایی‌ها خیلی بهتره، به هر حال آسیایی‌ها البته به جز چینی‌ها بازیشون خیلی بهتره. خب من میام یه مقدار نونوایی بیشتری میسازم واسه اینکه بتونم از طریق غذا هم مالیات بگیرم. خب من میام از گوشه گوشه های بیسم هم واسه ساخت سازه استفاده میکنم. هر چیزی که کم دارم باز چوب هستش، میام مقدار زیادی چوب میخرم و تا جایی که بتونم نونوایی میسازم. خب یه کاری هست که شما میتونید برای ساخت سازه مرتب‌تر بهتون کمک کنه. شما این صفحه بیستون رو تقریبا به مینیمایز تبدیل میکنید، یعنی تمام سازه هاتون رو به کف میارین. اون موقع بهتون نشون میده که شما چه سازه‌ای رو کجا ساختین و اون فضا رو راحت بهتون نشون میده که شما یه فضای خالی دارید، کارگرتون میتونن عبور کنن یا نه. پس این روش خیلی خوبه واسه اینکه بتونین سازه‌هاتون رو مرتب‌تر و بهتر کنار هم دیگه بشین. خب من تعداد زیادی نونوایی درست میکنم که دیگه از نظر غذا و خیالم راحت باشه. بعد از ساخت غذا چیزی که نیاز هستش سلاح هستش. حالا من اول نونوایی‌ام میسازم، بعد شروع میکنم به ساخت سلاح و انبار سلاح و بقیه تجهیزات. خب من باز چوب کم آوردم. من میبینید با تمام مقدار چوبی که هست و دارم نجارا برام میارم، باز من خیلی چوب کم میارم. پس شما اول بازی با اون مقدار چوبی که خریدین و این سازه های چوبی که داریم، باز ما چوب کم میاریم. شما هر چقدر هم سازه چوب بسازین اول بازی، باز از نظر چوب کم میاریم. خب من نونوایی هم دیگه تقریبا داره به حد کافی میرسه. در من 20-25 تا نونوایی ساختم. باز بیام تا جایی که ممکنه این نونوایی ها رو بیشتر میکنم، چون قرار ازشون مالیات بگیرم. الان تنها کاری که باید انجام بدم اینه که من دیگه نیازی به این باغچه های سیب ندارم. این باغچه های سیب واسه اول بازی بود که انبارم منو زود پر کنم، ولی الان انبار من تقریبا پر هستش. بس میام اینا رو از بین میبرم و به جاشون گندمزار درست میکنم. این باعث میشه که من گندمی که به دست میارم خیلی بیشتر باشه، در نتیجه بالانس بین نونوایی هام و آسیابم و سازه های گندمم باشه. خب الان وقتشه دیگه سلاح درست کنم. میام اول انبار سلاحمو درست میکنم. توجه داشته باشین دقیقاً انبار سلاح هم باید مثل انبار غذا و انبار اصلی خودمون به صورت موازی باشه که بقیه کارگرها بتونن خیلی راحت‌تر به اون انبار دسترسی داشته باشن. خب من برای اتک دادن سعی میکنم اول با کراس وومن شروع کنم. کراس وومن رو نیاز دارن که ما کمون داشته باشیم. پس من اینقدر سازهای کمون ساز درست میکنم. خب کافی هستش الان، برای تعداد کافی هستش. چون من قراره با شوالی هم اتک بدم، بقیه سازه ها رو میسازم. این الان غذای من تقریبا پر شده. اومدم مالیات این مقدار بالاتر بردم و مصرف غذا رو بیشتر کردم. و من یک مقدار چوب نیاز دارم، یک مقدار چوب بیشتری میخرم تا بتونم سازه های سلاح بیشتری رو بخرم. خب من باز میبینم که غذام تقریبا خونه های غذام پر هستش، پس من مالیاتمو به حد اکثر چیزی که هست میرسونم. خب میام اولی مقدار از این سازه هایی که نیاز دارم و میسازم. این سازه ها میخوام من شوالی درست کنم. میشه برای اول بازی یه مقدار شوالی درست میکنم واسه اتک دادن، چون سرعتشون خیلی بالا.
خب الان چیزی که نیاز دارم این است که مقدار سپر ساز درست کنم. این چیزی هست میخوام اینجا بهتون نشون بدم، اینه که ببینید من الان هیچ فاصله بین ساختمونام نذاشتم. این چه اتفاقی میفته الان بهتون نشون بدم. این باعث میشه که کارگرای من، ببینید سه تا علامت ورود ممنوع تقریبا بالا سرشون، یعنی که سربازا نمیتونن وارد این سازه بشن. پس شما باید کاری کنید یه فاصله یه چیزی بین اینا بندازین که کارگر بتونه رفت آمد داشته باشه. حالا یا سازه رو خراب کنین یا یه فضایی براش درست کنین که بتونه این کارگر راحت وارد اون سازه بشه. خب الان من میام سن دو تا از سازهامو خراب میکنم. ببینید الان این لحظه ورود برای این سازه باز شد، پس کارگرا میتونن راحت بیان سر کارشون. این شما باید حواستون به این قضیه هم داخل بازی های آنلاین باشه، حالا نه بازی های آنلاین کلا، داخل بازی باشه. من الان دارم آنلاین بازی میکنم، بازی آنلاین رو براتون مثال زدم. خب من میام تا جایی که چوب دارم و فضا دارم از این سازه های سلاح درست میکنم. من چوبم تموم شده بود، میام چوب میخرم. خب میام مقدار سازه های بیشتری رو میسازم، چون اول بازی من نیاز به سرباز خیلی زیادی دارم. من این سری تصمیم گرفتم که دیگه دیوار جلوی بیسم نکشم. خب یه نگاهی به بیس تعریفم میکنم. خب چیزی که من میبینم اسم میکنم دارم با ریچارد شیردل بازی میکنم. برحال شرقی ها زیاد پلیرهای های خوبی نیستم، میگم به جز چینی ها، البته ایرانی ها پلیرهای خیلی خوبی هن. ولی در کل شرقی ها خیلی بازیشون ضعیف‌تر نسبت به غربی ها داخل بازی های آنلاین. خب میام یه مقدار چوبای بیشتری میسازم. ببینید چوب سازا من همیشه گفتم من الان دیگه نیاز به چوب ندارم، ولی این چوب سازا باعث میشن که ما بتونیم مالیات خیلی بیشتری بگیریم. ببینید الان همونجوری که میبینین من تعداد سربازام و آدمایی که دارم برام کار میکنن حدود 400 نفر هستن. پس این 400 نفر باعث میشن که من بتونم روی هر سری مالیات گرفتن 400 تا 450 تا گلد بگیرم. میام یه مقدار کلیسا میسازم. کلیسا باعث میشه که من مصرف غذام یه مقدار پایین تر بیاد و این خیلی خوبه. خب من الان بالانس غذام یه مقدار به هم ریخته. میام یه مقدار آسیاب میسازم چون گندمم زیاد شده ولی آردام کم هستش. این باعث میشه که من بالانسم به هم بریزه. من تقریبا فضای نوراش دیگه داره تموم میشه. من تصمیم گرفتم که دیگه از دیوار استفاده نکنم. میام این کارو میکنم، میام یک خندق جلوی بیسم میکشم، فقط به اندازه که یک سرباز بتونه ازش رفت آمد داشته باشه واسه اینکه سربازم انتقال بدم فضای خالی میذارم. پس میام خندقم رو اول میکشم، چون این بازی قانونش اینه که ما نمیتونیم از سرباز روی دیوار استفاده کنیم. به هر حال قانونا رو همیشه قبل از بازی میگن. خب ما هم قانون این بود که سرباز نتونه روی دیوار بره. پس بهترین راه واسه همچین قانونی اینه که اول شما بیدی خندق بکشین جلوی بیستتون. این فضای نوراش تموم شد تقریبا. خب من اولین کاری که میکنم اینه که میام اون خندقه رو که کشیدم پر میکنم که یک دفعه بهم حمله ناگهانی نشه. من غذام یه مقدار داشت کم میشد، اینه مالیات هم یه مقدار کمتر میکنم. الان چیزی که نیاز دارم پول هستش واسه خرید سرباز. من فقط کاری که انجام ندادم این است که استبل نساختم واسه یه اول بازی. باید سریع استبلامو بسازم. اول خندق مهم بود که خندق و بچه ها دارم پر میکنن. بعد چیزی که مهم هستش اینه که من بتونم شوالیه درست کنم. من واسه شوالیه هم استبل نساختم. پس کاری که باید بکنم اینه که بیام یه مقدار استبل درست کنم و شوالیه هامو بسازم. من اندازه کافی پول و چوب دارم واسه ساخت حداقل 7-8 تا استبل. همین 7-8 تا کافی هستن. خب نه من بیشتر پول داشتم، تعداد خیلی بیشتری استاب ساختم. خب منتظر میشیم تا اسبام آماده بشن و شوالیامونو بسازیم و یه حمله ریز اول بازی داشته باشیم مثل همیشه. خب الان اسبام آماده شدن. خب من گلدم الان تقریبا تموم شده. میام دور سنگ میفروشم تا بتونم شوالیهای بیشتری بسازم. ببین شما همین تعداد کم شوالیه اگه بخواید حمله کنید اول بیس، اکثرا بیس های اول بازی یه مقدار ضعیف هستن و آسیب پذیری خیلی بیشتری دارن نسبت به آخر بازی. پس شما اگه با همون 10 تا 15 تا شوالیه اول بازی بخواید حمله کنید قطعا نتیجه میگیرین. من یه مقدار دیگه آسیاب میسازم واسه اینکه گندمم خیلی دیگه زیاد شده و آرتا کم هستن. من الان حدودا
20 تا شوالیه دارم، با این 20 تا شوالیه 25 تاست. میخوام یه حمله ریز بیم. میگم بیسش خیلی ضعیف هستش، فکر میکنم همچین پلیری باشه، فکر میکنم خیلی بهتر باشه، ولی خب ما دیگه بازیمونو انجام دادیم و سعی میکنیم سریع بازی رو تموم کنیم. خب برای حمله اول شوالیامو فرستادم، میام واسه حمله دومم آماده میشم، شوالیای بیشتری میسازم که با حمله دوم بتونم دیگه بازی رو راحت تموم کنم. خب بچه‌ها خندقو تقریبا کندم، فقط سعی میکنم خونه‌هاشو بزنم. خونه‌هاشو که بزنم دیگه آدم جدید نمیتونه وارد بیسش بشه. ببین این ضربه خیلی محکم، یعنی خونه‌های طرف خراب کنین دیگه خیلی از بازی عقب میفته. میام پلیرای غربی خیلی بهتره، اما پلیرای شرقی به هر حال بازیشون یه مقدار ضعیف‌تر است. ببین اگه مثلا یه پلیر خوب بود میومد خونه ها رو یه جایی میساخت، من دسترسی بهش نداشته باشم و نتونم اینقدر راحت بزنمش. به هر حال سطح بازی یه مقدار فرق میکنه. من میام اون فضای خالی که خندق کشیدم و اجازه نمیدم سرباز رو بکنن خندقش. خب الان یه مقدار پارسارچه رو آورده، ببینم میتونه با شوالی ها اینا رو بزنیم. این شوالی ها خیلی نیروی قوی هستن، مخصوصا اول بازی، و هارسارچه باید تا اگه تعدادشون دو برابر هم باشه شما میتونید خیلی راحت با این شوالیه ها بزنید. چون دقیقا همجور گرید اصلا شوالیه هم از 3 تا بیشتر ازشون نمود. این با همین 20 تا شوالیه اول بازی راحت میتونید بازی رو از طرف بگیرید. فقط مشکلی که این شوالیه ها دارن اینه که نمیتونن وارد بیس بشن، یعنی نمیتونن از روی دیوار رد بشن، از پله بالا نمیرن. این مشکل خیلی بد هستش. در حال اگه شما حتی اگه به خونه لورد هم بخواییم برسید نمیتونید لورد رو بکشین، چون نمیتونید وارد بیس بشین، نمیتونید وارد فضایی که لورد هست بشین. خب من میام تا جایی که ممکنه اون ضربه اساسی رو بهش میزنن دیگه تقریبا. پس من یه از این شوالی هایی که اسب ندارن میسازم. اونا این شوالی ها میتونن راحت هر جایی که میخواییم برن. خب این شوالی ها میرن بهش حمله میکنم و لوردش رو سریع از بین میبرم. خب من قضام تقریبا پر شده، میام دوباره مالیاتم رو بیشتر میکنم. من بارم رو خالی میکنم. این بازی تقریبا تموم شده. این سربازایی که من ساختم، شوالیایی که اسب ندارن به بیسش برسن، بازی رو تموم کرده. خب میگم من حس کردم دارم با ریچارد شیردل بازی میکنم. واقعا خیلی ضعیف بازی کردیم پلیر. خب باز من میام هر چقدر سازدارا رو خراب میکنم تا این مقدار سربازی که ساختم بتونن وارد بیسش بشن. فقط مشکلی که دارن این که اینقدر سرعتشون کمه، ولی سربازهای وحشتناک قوی هستن و هر جان که ما بخوایم میرن. خب این مقدار سپر میسازن که سربازهای بیشتری داشته باشم. خب میبینید من با فضای خیلی خیلی کمی که واسه نیروهام ساختن میرید میتونم روی هر سری مالیات 700 تا 600 تا مالیات بگیرم. این کار فقط لازمش اینه که شما مرتب وسایلتون و بسازهاتون رو کنار هم دیگه بسازید. شوالیه هم دارن سمت بیسش میرن. خب من چوب خیلی زیاد دارم، انبارم رو خیلی گرفته، 1200 چوب دارم. اون چوبا رو میفروشم و من فقط باید منتظر بمونم تا شوالیه هم به بیسش برسن. این چاه ها همیشه توضیح دارم، این چاه ها باعث میشن که ما بتونیم مالیات خیلی بیشتری بگیریم. این شما هرچقدر کارگر بیشتر داشته باشید، مصرف غذاتون بالاتر باشه، خب طبیعتاً باعث میشه که شما مالیات بیشتری بگیرید، مردم بیشتری داشته باشید. خب من میام تقریبا تمام سازه‌هاشو خراب میکنم. سازه های ریچارد شیردلمونو من بیسش کامل گرفتم. این چه من داخل شکلم که ببینید، داخل حالت بیس هم که ببینید که بیس من چندین برابر این بیس قوی تره، پس قطعا پول بیشتری به دست میارم و سربازای بیشتری دارم. خب سربازان تقریبا داخل بیسش رفتن و فقط کافیه که لوردشو از بین ببره. خب اگه از این بازی خوشتون اومد، اگه از این سبک بازی خوشتون میاد، ویدیو رو لایک کنید، کانالمو سابسکرایب کنید، ازم حمایت کنید.
خب لردشو کشتم، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.